فناوری‌های نوین علوم پزشکی، دانشکده‌ای که چند سالیه با هدف توسعه فعالیت‌های بین رشته‌ای راه‌اندازی شده. امسال بیش از 50 طرح تحقیقاتی در دانشکده خاتمه یافته که اکثر اونها در حوزه بیومواد و بیوالکتریک هستش. طرح‌هایی که یا به مرحله انتشار و چاپ مقاله رسیده و یا به مرحله ثبت اختراع. ساخت پانسمان‌های پلیمری. این پانسمان‌ها با قابلیت آنتی‌باکتریال و رهایش ضد التهاب میتونن تو محل زخم کنترل عفونت رو داشته باشن و در واقع با رهایش ضد التهاب روند ترمیم زخم رو تسریع ببخشن. مهمترین ویژگی این پانسمان رهایش آنتی‌بیوتیک در موضع زخم در 24 ساعت اول هست و بعد از 72 ساعت داروی ضد التهاب آزاد میشه. سامانه محرک نوری. این سامانه برای توانبخشی و ارتقای آستانه تحریکات بینایی کودکان کمبینا طراحی و پیاده سازی شده. سامانه‌ای که در ارتقای عملکرد بینایی کودکان زیر 5 سال بسیار مفیده. تشخیص و درک نور و رنگ، تطبیق اشکال مشابه و متفاوت، بهبود تعقیبات بینایی و ارتقای مهارت‌های اجتماعی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه است. سامانه مانیتورینگ فشار دو کاناله. این دستگاه برای کنترل فشار در بیوراکتورهای عروقی استفاده میشه و قادره که در صورت بروز انسداد عروق هشدارهای لازم و از طریق پیامک ارسال کنه. ساخت دستگاه بغرسی میدان نزدیک برای رشد بافتای سلولی. این دستگاه با ایجاد مسیرهای در مقیاس نانو باعث میشه سلول‌ها در تماس با این سوتو آرایش از پیش تعیین شده‌ای پیدا کنن و روند بازسازی بافت سرعت پیدا کنه. اما روند پیشرفت فناوری‌های پزشکی به اینجا ختم نشده. ساخت رگ‌های مصنوعی، پانسمان‌های بیوپلیمری، سامانه تصویربرداری اتوماتیک میکروسکوپی و سامانه تشخیص اتوماتیک سلول‌های سرطانی جزء برنامه پژوهشی هستش که در دانشکده در حال انجام است. از مجموع 550 مقاله ارائه شده در این دانشکده 358 مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده. دولت برای توسعه طرح‌های تحقیقاتی این دانشکده بیش از 5 میلیارد ریال در نظر گرفته و قرار مراحل تجاری سازی این طرح‌ها در مراکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرایی بشه.